با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. شهرام کاشانی خواننده مشهور پاپ درگذشت. اگر علاقه من به دیدن این ویدئو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را فشار بدید تا زودتر از بقیه از ویدئوهای جدید ما مطلع بشید. بنا به گفته آقای مرتضی برجسته، یکی از خوانندگان مشهور مقیم خارج از کشور، متاسفانه با خبر شدیم. ساعتی پیش آقای شهرام کاشانی، یکی از بهترین خوانندگان مشهور پاپ مقیم خارج از کشور، بر اثر مشکلات کبدی و همچنین این ویروس منحوس در کشور ترکیه چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی. شهرام کاشانی معروف به شهرام کی متولد 1353 بود و سرانجام لحظاتی پیش چشم از جهان فرو بست. اما در ادامه این ویدیو میپردازیم به افشاگری محمود قربانی در مورد شهرام کاشانی، که در واقع شخصیت شهرام کاشانی و همچنین خانوادهش رو زیر سوال برده بود. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. محمود قربانی همسر سابق خانم گوگوشه که صاحب کاباره میامی در تهران بود. خانم گوگوش با آقای محمود قربانی فقط 6 سال زندگی کردند و حاصل ازدواجشون پسری به نام کامبیز بود. در نهایت خانم گوگوش بعد از 6 سال زندگی مشترک با محمود قربانی از ایشون جدا شدند و با بهروز وثوقی ازدواج کردند. محمود قربانی از بهروز وثوقی به عنوان ملیجک اشرف و دزد ناموس یاد میکنه و میگه بهروز وثوقی به من و همسرم خیانت کرد و همسر من گوگوش رو گول زد و باعث شد من و گوگوش از هم جدا بشیم. البته قربانی ادعا میکنه که بهروز وثوقی رابطه بسیار نزدیکی با اشرف داشت و همین رابطه نزدیکش با اشرف باعث شد که به راحتی باعث بشه که گوگوش و محمود قربانی از هم جدا بشن. محمود قربانی که ادعا کرده منو اومدن از کاوارم بردن و زندانی کردن و بعدم بهم گفتن تو باید برگه طلاق گوگوش رو امضا کنی و به زور طلاق گوگوش رو از من گرفتن و بلافاصله گوگوش هم با بهروز وثوقی ازدواج کرد. محمود قربانی فقط یک فرزند به نام کامبیز داره که کامبیز هم فرزند گوگوش و قربانی بوده، که البته این روزها شایع شده شهرام کاشانی هم پسر محمود قربانی هستش، که قربانی در این روزها راجع به این مسئله افشاگری کرده و گفته بعد از اینکه من و گوگوش از هم جدا شدیم، من با خانومی به نام هایده کاشانی آشنا شدم و در نهایت ازدواج کردم. هایده کاشانی قبلا با فردی به نام فرخ شهبال ازدواج کرده بود که فرخ شهبال با هایده فرزندی به نام شهرام داشتند. فرخ شهبال بنا به دلایل نامعلومی همسر و فرزندش رو ترک میکنه و میره ازدواج مجدد میکنه و از همسر جدیدش دارای چندین فرزند بوده، که در نهایت باز هم به دلایلی به زندان میفته و در شمال کشور چندین سال زندانی بود. بعد از اینکه من و هایده کاشانی با هم ازدواج کردیم، فرزند شهرام کاشانی هم با ما زندگی میکرد. هایده مادر خیلی خوبی داشت و با کمک مادرش شهرام پسرش رو به سختی و با هر چنگ و دندونی که بود روی چشماش بزرگ کرده بود و خیلی به این بچه محبت میکردن. هایده فامیلی خودش رو روی شهرام گذاشت و نذاشت که فامیلی پدرش روی شهرام کاشانی باشه. فامیلی پدر شهرام کاشانی شهبال بود. نام پدرش فرخ بود. ولی هرگز هایده اجازه نداد که فامیلی پدر شهرام توی شناسنامه پسر شهرام باشه. قربانی گفت بعد از اینکه من و هایده با هم زندگی مشترکمون رو شروع کردیم، شهرام هم با ما زندگی میکرد و به من مثل کامبیز میگفت بابا. تا قبل از ازدواج من و هایده کامبیز در خارج از کشور بود
ولی بعد از اینکه من و هایده با هم ازدواج کردیم و شهرام هم اومد تو زندگیمون، دیگه کامبیزم برگشت توی خونه و اون هم با ما زندگی میکرد. من بین کامبیز و شهرام هیچ وقت هیچ فرقی نذاشتم. همیشه شهرام رو راهنمایی میکردم، بهش درس زندگی یاد میدادم، نصیحتشون میکردم، باهاش مثل کامبیز رفتار میکردم و بهش کلی محبت پدرانه میکردم که احساس کمبود محبت نکنه. حتی پدر شهرام مسئولیت شهرام رو قبول نکرد و رفت توی شمال و برای خودش ازدواج مجدد کرد و صاحب زن و بچه شده بود و خب بعد از مدتی افتاد زندان. بعد از اینکه چندین ماه در زندان بود، یه مرخصی گرفته بود و اومد تهران پیش ما و من به پدر شهرام گفتم فرخ، دیوونه ای باز میخوای برگردی بری زندان؟ من کاری میکنم که تو به راحتی بتونی با زن و بچه جدیدت از کشور فرار کنی و بری ترکیه. خلاصه کارایی فرخ شهبال و زن و بچهش رو جور کردم و اونو از مرز خارج شدن و رفتن ترکیه و بعدم از اونجا رفتن آلمان. من از اون لحظه به بعد دیگه پدر شهرام رو ندیدم و شهرام موند و ما هم که خب دیگه رفتیم آمریکا. اونجا بود که شهرام و کامبیز پسرم گفتند ما هر جفتمون میخواییم خواننده بشیم. خلاصه منم حمایتشون کردم و هر جفتشون خوب پیش میرفتن، ولی شهرام مغز اقتصادی خیلی خوبی داشت و تونست خیلی قوی توی زمینه خوانندگی عمل کنه. در کنارش هم یک رستوران و یک چلو کبابی باز کرد با کمک مادرش و مادر بزرگش. خلاصه خیلی مشهور شده بود و سر زبون ها افتاده بود و تو کارش هم موفق بود. تا اینکه بعد از مدت ها شنیدم که مثل اینکه یه کار خلافی کرده که از آمریکا پرتش کردن بیرون و خب شهرامم رفت توی دبی موند. بعد از اینکه تو دبی بود یه چیزایی ازش میشنیدم، همش تماس میگرفت با من، میگفت بابا چی کار کنم بیا. من باش تماس میگرفتم، کلی نصیحتش میکردم، میگفتم این کار رو نکن، اون کار رو بکن. خلاصه بعد از 2 سال موندن شهرام در دبی، مادرش در آمریکا کارهای شهرام رو جور کرد تا شهرام برگرده به آمریکا. اما زمانی که شهرام به آمریکا برگشت، دیگه اون شهرام 2 سال پیش نبود. یه آدمی شده بود معتاد به مشروبات الکلی و یه چیزای دیگه. دیگه اصلا اون چهره زیبا رو نداشت. یه آدمی شده بود که حتی به من و مادرشم بد و بیرا میگفت. تا میتونست برامون قرض و بدهی بالا می آورد و هر جا میرفت میگفت من پسر محمود قربانیم، انقدر به این پول بدی پدرم میاد حساب میکنه. خلاصه برامون آبرو نذاشته بود و ما تا جایی که میتونستیم به آشناها و دوستامون میگفتیم بهش پول قرض ندن، نذارم با آبروی ما بیشتر از این بازی کنه. خلاصه مادر بزرگش که از دستش دق کرد و مرد، ولی مادرش هم خب دیگه چارهی براش نمونده بود و رفت ترکیه زندگی کنه. بعد از مدتی هم که بازم شهرام گنداش توی آمریکا بیشتر شد و بازم پرتش کردن بیرون. اینجا بود که شهرام کاشانی از آمریکا رفت ترکیه و بازم رفت سراغ مادر بیچارش. خب مادرش هم بند خدا بازم از پسرش حمایت کرد و رفت اونو برد توی کمپ و خلاصه ترکش داد. ولی خب شهرام آدمی نبود که بخواد ترک کنه. بازم کاراشو کسافتکاریاشو شروع کرد. بازم رفت تا میتونست قرض گرفت و از اسم من سوء استفاده کرد. با آبروی من بازی کرد. هر جا نشست گفت شما نمیدونید محمود قربانی پدر واقعی منه. شما به این پول بدید اون بدهیای منو حتما به شما میده. محمود قربانی هم گفت من فقط میخوام از این فرصت استفاده کنم به همه کسانی که به شهرام کاشانی پول قرض دادن و یا بهش پول قرض میدن بهشون بگم که شهرام کاشانی پسر واقعی من نیست، مادرش همسر من بوده و الان در ترکیه زندگی میکنه. من فقط یک پسر واقعی دارم و اونم کامبیز قربانی هستش که حاصل ازدواج من و بوگوشه. من هیچ فرزند دیگه‌ای به جز کامبیز ندارم. محمود قربانی در ادامه گفت لطفاً به شهرام کاشانی اعتماد نکنید، بهش پول قرض ندید،
چون شهرام کاشانی آدمی نیست که بخواد درست بشه و اون فقط گرفتار این مواد شده که متاسفانه در هر دو ازدواجش هم شکست خورده و آدمی نیست که پایبند به چیزی باشه. مهود قربانی در ادامه گفت من شهرام رو خیلی دوستش دارم ولی قدم در زمینه نمیذارم که بخواد براش گرون تموم بشه و باعث بدبختیش بشه. ما نمیتونیم به این آدم پول قرض بدیم چون اگر بهش پول قرض بدیم خودشو هر روز بدبخت و بدبختر میکنه و نمیتونه مواد رو کنار بذاره. دوستان عزیز، لطفاً لینک این ویدیو رو در فیسبوک در گروه های ایرانیان مقیم کشورهای مختلف لطفاً شیر کنید و لطفاً نظراتتون رو راجع به صحبت‌ها و افشاگری های آقای محمود قربانی راجع به شهرام کاشانی در قسمت کامنت ها برامون بنویسید و لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و حتماً با فیلتر شکم وارد یوتیوب بشید و ویدیوهای جدید ما رو ببینید.